مثبت 93 78 4 نمبر آخر 92 82 سوالشان در مورد چشم بندی یا شعبده بازی است که آیا این کارا حرام میشه یا سلام مجدد خدمت شما جناب حسین بزرگوار و خدمت بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اول یک خیلی تعریف بسیار اجمالی از چشم بندی و شعبده بازی داشته باشیم جای با چشم بندی میگه دیگه درست جای بعضی جا تردستی میگه و شعبده بازی هم میگم البته شعبده اصلش عربی شعبده است بالاخره شعبده ما میگیم این یک کاری است که ممکنه در اصل یک کار تیز انجام میده یک کار غیر واقعی به ما چی جلب میده واقعی جلب میده یا ممکنه از برخی خواص اشیاء و مواد چی کنه استفاده مم. کنه که ما از او خواص چی باشیم به خبر باشیم خب برای ما این کار واقعی جلوه, جلوه کنم پس بنابراین مهارت در اینجا چی داره؟ نقش داره مهمو کار ممکن انجام دادن یا خطای دید شد ولی بله خطای دید شد در اصلی که بسیار طند و تیز کار انجام میده دیده من او چیزی را که او میخواد ما او را میبینم مم. و چی میکنم احساس میکنم و حالا که امر واقعی اصلا نیست, حضرت آیت الله لازم سیستانی میفرماید که اصلی از این کار شعبده و تردستی و چشم بندی که به اصطلاح در فرهنگ ما هست میگه اصل از این کار مشکل نداره به شرطی که یک سری عوامر دیگه و مشکلات دیگه برای اون مترتب نشوه مثلا میگه باعث ضرر نشوه یعنی چی زرر به خودی کسی که داره این کار را انجام میته و کسی که ممکنه امکار شه یادی دیدین بعضی ها شمشیر مثلا رد میکنن این کارهای دیگه میکنن میخ میزنن مثلا از این طرف میخ میزنن زبان میکشن. میکشن یا زبان خود مثلا ما خیال میکنیم میبینیم که مثلا طرف زبان خودش چی کرد سوراخ کرد و خزی طرف زد, و زد طرف بیرون شد و خونی آمد نه هیچ گپی و حالا که مثلا در حالت عادی یک سوزن بسیار آه. خورده مگر بخوره به بدن انسان چی میه؟ خون میه یک میگم باعث ضرر نشود چی به خودت طرف یا کسای دیگه که در اونجا هسته باعث حد که حرمت نشود دیدین بعضی وقت کارایی میکنم مثلا دانش شرمنده انسان رو میگه مثلا میگه شما بشین قط قد کو مثلا تخم زیرش میکشه بیرون <تصفح> خب اگر این رقم شوه باعث حد که حرمت شود خب یه قطعا دیگه جایز چی نیست, نیست. <تصفح> یا میگه باعث آزار و اذیت شود یک نفر آزار ببینه یک نفر چی شوه اذیت ببینه بازم این کار جایز مم. نیست و نکته چهارمیه که اگر یک زمانی باعث شده که با همی کار خودش تصرف کنه در مال مردم مهم. بدون رضایتش یه هم جایز نیست ولی اگر هیچ کدام از این کارا نباشه ما تیکت کردیم تیکت میکرد دیگه تیکت میکنن میرن میشینن در چوکی ها میشینن و یه نمیبینن خب من که تیکت کردم رفتم اونجا خب با اختیار خودم کسی من مجبور نکرده و کسی مجبورم در مالت ما تصرف بله ما. هیچ خود تند خواب کرده نیم تیکیت میره بیشینه به شرطی که این مشکلات گرفتار یا پیش نیم اصل از این کار اشکالی نداره اشکال نداره بر. یک وقت از اصلاد ضرری که فرمودن ضرر جانی نیست ولی خب شاید یک ضرر مالی قابل توجهی باشه یک که به کار میگیره نفر فکر میکنه اینمی مثلا اگر در کارت هست در چی هستش همون فن خودش به کار میگیره اون نفر میگه ای میگه مثلا یک این ای باز شعبده بازی او استفاده از شعبده و قماره آه. او دیگه میشه شرط بندی دیگه و فرق نمیکنه دیگه ولی دیدین دیگه گلاس ها جام میکنه یک دانه مثلا سکر هم میگه زیر کده میشه امه. میگه اینی او, او قمار میشه از او جهت حرام از جهت شرط بندی کردن و میخواستم اشاره کنم اشاره کردین درست باشه پس او از جهت خود شعبده حرام نیست بلکه از جهت قماربازی و شرط بندی و چیزهای دیگه حرام میشه یک یگان وقت شاید دهمی دسته کارا و کاره بشه فالبینی یا به اسلام میگه پال میگیره یا کف بینی میکنه آینده نگری میکنه و هم خوب بچه پرداخت میشه این کارم چقدر حضرت های الله ما سیستانی در این زمین هم هست هست میگه میگه فال قهوه میگیرم فال فنجان میگیرم در آینه بر یک آینه یا در آینه سعی میکنم و خصوصا ما زون است از کافی دست میگم آه کافی دست میگم آینه این این طرف رفته نگاه این خط <laughs> میگه این طرف رفته <laughs> <laughs> یا بعضی حتی مثلا میگه سر آدم نگاه میکنه مثلا اگه مرد باشه میگه اگه دو دونه گردی داشته باشه میگه این دو دونه زن میگه چیزا یا مثلا نگاه میکنم یاد آینه جالب است حالا ما سابقه یاد ما است مثلا میگفت طرف در آینه نگاه میکنه همه چیز میگه می آینه همه چیز میگه وقت پس کسی جرات نمیکرد مثلا پیش از آینه بین برو ممکن مثلا اسرارش گفتن حضرت آیت الله ما سیستانی حفظه الله تعالی میفرماید که اگر کسی امی تمام زمین فال بینی، فال قهوه و نمیده دی کفی دیست دیدن و آینه دیدن اینا را به بگه اتفاق میفته اینمی قلبشه میفرماید این کار جایز نیست چرا جایز نیست چون این کار پشتوانی شرعی هم نداره پشتوانی عقلی هم نداره و وقتی پس ما کاری که انجام میتیم بیا پشتوانی شرعی باید داشته باشه یا حجت شرعی برای ما مم. باشه یا خدمت شما کنم که حجت عقلی باشه یعنی تجربه پشتش خوابی داشته باشه یعنی او به او چی میدن ترتیب اثر بدن ولی کفبینی و نمیدونم دستبینی و آینه بینی هیچ کدام بس حجت شرعی نمنداره و حجت عقلی هم دوبال سر وبأختي نیست, نیست. و باختی رقم باشه به تعبیر قول و بدون علم گفتاری که از روی علم نیست بلکه بر حدس و گمان و تخمین در اصل شیعه اسطوره میفرمید هیچ قدمی از اون جایز نیست. نیست و جالب تر ازی حضرت الله عز و جل سیستانی میفرمید خب اگر من رفتم پیش فالبین یا کافبین یا عیدبین در فامیلیتان یک نفر است قدش بلنده اینی رقم م. نشانی ها رو داد و من این نشانی ها رو تطبیق دادم به یک نفر دیگه خودش هست دیگه اونها یک سری چیزایی رو به کلی میگه بله. که من خودم برای از اون چیزا پیدا میکنم پیدا میکنم ها میگه اینی نفر است شما رو جادو کرده شما رو چطور کرده این بسیار خراب است قصد داره که زندگی شما رو از بین ببره و ما آمدم ترتیب اثر دادم خب این نفر قد بلند این نفر دیدم عوض شده. فلانیه دیدم نسبت به چی شد عوض شد و خواستم یک سری کارایی رو انجام بدم به اصطلاح پیشگیره کنم مم. که او به من ضرر نزنه, نزنه ده. ده ما پیشگیره کنم هیچ کدام از اینا جایز نیست. نیست حرام اینا من خود مستاق پیدا کنم پیش خودم بعد ترتیب اثر به ممکنه رای زیر بگیرم ممکنه پیسی زیر بگیرم مم. ممکنه برایش مشکلات گرفتاری خلق کنم که او برای من مشکلات گرفتاری خلق نکنه توهمات اینا اینا تیر در تاریکی و حضرت حیط الله لازمان ستنی بفرمید که اینا جایز نیست مخصوصا خانوم ها در این قضیه زیاده شاید شما بی قضیه رو میخواست بگینا همین <تصفح> تخمرگ هایی که برده میشه یک یک کیلو میبره میدم میده میشه نام نظرکش میکنه و متاسفانه بعض از خواهران شاید کسایی که کمی سن هم زیادتر باشه زیادتر اهمیت میتن به این موضوع پس اینا حتی جای ما باز ما یاد است غربا لک مغلبل میگفتن دیگه پال غلبل میکرد مثلا پیش از پیر فیلم غلبل غربا رو تبدیل دست خود میگذاشت و خلاص غربا نمیفهم به این طرف کج میشد به اون طرف بالاخره از یک سری چیزای بلد بود دیگه برداشت, برداشت میکرد من البته که یک عذرخواهی کنم از خدمت بینندگان عزیز از من خفه نشن که چرا سوالات ما رو نمیخونی خب ما از این بعد مجبور میشم یه نمبر خود نوشته سوالات خود بخونم چون سوالات پیش میاد در همین راستا بعض وقتا یک رقم دعاهای هم وارد شده ما میبینیم در کتاب شریف مفاتیح جنانی در کتاب های دعای دیگه میگه برای مثلا ای غم و اندوه و ای گرفتاری های دعا خونده شده اینا و تلسم هایی که اگر پیدا میشه یا نوشته میشه حالا چون یکم بحثی تا انشالله که وقت گیر نباشه از سوال ما هرز هایی که نوشته شده و ای تل این تلسم های اینا چرکم میشه حضرت آیت الله علوز سیستانی میفرمایند که او دعاهایی که از امام معصوم علیه السلام برای ما روایت شده یعنی گفتن در مجامع دعایی یا مجامع روایی دعاها هست موجود است میفرمایند اگر که انسان این دعاها را بخونه به امیدی که مشکلش حل شود گرفتارش حل شود هیچ نداره, نداره. یعنی دعا بخاله و اون بله. دعاهایی که از ائمه بالاخره به با طریق به ما رسیده البته ای که میگیم از ائمه رسیده باید اصل از اینکه از ائمه به ما رسیده باشه باید چی شود؟ محرس شود بعد از اینکه محرس شد که اینا از ائمه به ما رسیده خب اشکالی نداره خواندن از اینا و استفاده کردن از اینا نوشته کردن از اینا در جای مختلف مشکل اما حتی حرز ها اگر ادعا میشه که حرز مثلا از امام جواد علیه صلوات و سلام یا از امام هادی علیه صلوات اگر ثابت شده که واقعا از امام هادی علیه صلوات و سلام یا از امام جواد صلوات الله علیه هست ایچ اشکالی نداره ولی خود حضرت آیت الله علیه سیستانی فرمودن که اگر تلسمیه که طرف دیدی نک شکلای عجیب، عجیب و غریب نمیشه یعنی یک جور هیکل نمیشه کارایی میکنه حضرت الله لازم سیستانی میفرمایند که استفاده از این تلسم ها به هیچ عنوان جایز نیست. بلکه استفاده از این تلسم ها و ترتیب اثر دادن به فالبینی و کفبینی و آینه در عین حالی که اینا جایز نیست ممکنه باعث هدر رفت عمر شود بالاخره عمر ما در تو برو پیش از بیا باعث هدر رفت آبروی ما شود بعضی وقتا آبروی انسان ممکنه و مهمتر از اما باعث هدر رفت پیسه و امکانات و پول ما میشه و چهارم که از همه باز مهمتره باعث ترویج باطل میشه یک امری که باطله نه از نظر شرعی حجت داره و نه از نظر عقلی حجت داره و پشتوانه اقلایی و در عالم هم نداره ما با این کار خود ما باعث میشیم که یک امر باطل در جامعه چیه؟ مم. رواش پیدا کنه ما به جای که بریم سرمنشه رو پیدا کنیم علت پیدا کنیم که به چی علتی اتفاق افتاده دنبال از این گپا میشیم و باعث میشیم که باطل در جامعه رواج پیدا کنه و یک عده هم پول ما رو به باطل بخوره بله بله. خوردن پول به باطل نه در مقابل پول شما هیچ کار را انجام نداده مشکل شما را حل نکرده بلکه برخی از اوقات مشکلم پیجا زیادتر میشه پول ما رو میخوره